با عرض سلام، خیلی خوشحالم که در جمع دوستان هستم. تاریخ امروز هست 5 اردیبهشت ماه 1401 برابر با 25 ماه آوریل 2022 در مورد سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم داریم صحبت میکنیم. امروز جلسه 12 هست که تحت عنوان مشارکت مردمی و خشونت زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران 11 جلسه رو بحث کردیم و این جلسه 12 آخرین جلسه که در خدمت مخاطبین این گفتگوها بودم راجع به در واقع اون چیزی که میشه گفت شورای کلی گذار هستش صحبت کردیم و چطور از توی دل اون یک نهادهای دیگه‌ای که لازم هستش برای گرداندن امور کشور بیرون میاد. اونا رو مفصل صحبت کردیم در جلسه پیش و حالا میپردازیم به اصل 17. بعد از اینه که با توجه به توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم در جلسات پیش، اون شورا تشکیل شد، یک سوگندنامه‌ای رو پیشنهاد شده در این سند که براتون میخورم. یه عهد و پیمانی بستن در واقع با کسانی که در اون شورا هستن با مردم ایران و متنش اینه: اصل 17 همه اعضای شورا بر وفق باور خود سوگند زیر را ادا می کنند. مردم ایران را به شهادت می گیرم که ضمن پرهیز از هر گونه خودکامگی بر حفظ و حمایت از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور به عنوان مجموعه تفکیک ناپذیر عامل و بر عهد خود به این اصول وفادار بمانم و صادقانه به مسئولیت‌های خیش به عنوان عضو شورای انتقال حاکمیت به مردم عمل کنم. من با تمام توان در دفاع از مجموعه به هم پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی و حقوق جامعه ملی و حقوق این جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت میکوشم و بر طبق سند ساختار حقوقی و آیین‌نامه داخلی آن انجام وظیفه میکنم. در نتیجه کسانی که انتخاب میشن و میان جزء این شورا بایستی که یک متنی رو ادا بکنن و یک تعهدنامه، یک سوگند، هر جور دیگه که اسمشو میخواید بذارید، ولی بایستی که مشخصاً یک چیزایی رو ابراز بدارن و به عهده خودشون بگیرن و با مردم متحد بشن. و اینه که میبینید اصل 17 اون پایه های لایسیته در واقع از همین ابتدا ریخته شده. اینطور نیستش که به یک کتاب مذهبی باشه، اینطور نیستش که حتی به باورهای ماورا طبیعه باشه و یا باورهای عقیدتی دنیوی باشه. این یک سوگند حقوقی است، یک سوگندی هستش به مردم و حقوق اون مردم، و به این ترتیب به صورت خلاصه، مختصر، مفید و عرض شود که کاملا بدون دخالت هر گونه عقیده و مرام دینی یا دنیوی، و عرض شود که عقاید دینی و دنیوی، این سوگندنامه به این ترتیب بعد از برای شروع کار به اصطلاح این ادا میشه. خب چیزایی که مهم هست اینجا دوباره به صورت فرازهای مهمش بخوایم ذکر بکنیم: مردم ایران را به شهادت میگیره که ضمن پرهیز از هر گونه خودکامگی،
یعنی ما باز دوباره نمیخوایم یک ولایت مطلقه دیگه‌ای اون بالا بگماریم و با دست خودمون به سر خود سوار بکنیم، نه ولایت مطلقه فقیه و نه ولایت مطلقه پهلوی. دیدیم که در زمان دو تا پهلوی، در محمد رضا و پدرش رضا، چه اتفاقاتی افتاد در این کشور. حالا البته اینقدر وضع بدتر شده که اون رو بعضیا متاسفانه مستمسک قرار میدن و به تخریب خود، خود تخریبی، خودزنی، تخریب انقلاب، تخریب ایرانیت، تخریب باورهای حتی مذهبی مردم میپردازن. این روش بسیار درسش رو پس داده است، روش بسیار به قول معروف روتینی هستش که برای جنگ روانی کاری که میکنن این هستش که در چه در داخل زندانها باشه چه در خارج زندانها باشه، برای جنگ روانی اون بازجو بایستی که زندانی رو بهش بفهمونه، بهش تلقین بکنه که تو آدم بدی هستی، تو و باورهای تو بد هستن، پلید هستن، پست هستن، و تا خودش رو به اصطلاح مورد تردید و باوراش و گروهش و وجودش رو اصلا مورد تردید قرار بده توسط خودش اون زندانی، و مثل مومی بشه در دست بازجو. دقیقا همین اتفاق میفته در خارج از زندانها، یعنی همون روش هایی که در داخل زندانها خودکامگان بازجوها، شکنجگران، زندانبانها رفتارهایی که میکنن با زندانیان، دقیقا همون روش ها به شکل دیگه البته در خارج از زندانها توسط دستگاه پروپاگاندا و تبلیغاتی که رژیم در اختیار داره مفصل، حالا یکیش از صدا و سیما و روش های دیگه ای که داره، مردم رو به اصطلاح رام بکنه به قول خودشون، و به قول خودشون عوام کلنعام از اونها بهره کشی بکنه، به این ترتیب که اینا خودشون به وضوح گفتن. در نتیجه واضح از همون اول میگه که پرهیز از هر گونه خودکامگی، و عبارت بعدی بر حفظ و حمایت از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی. ببینید آزادی و استقلال جزو حقوق ذاتی انسان هستند، خودانگیختگی در هر نهاد هر بشری هست، همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی هست، و یکی از حقوق اصلی هست که در سایر حقوق پنجگانه یک به اصطلاح محوریت خاصی پیدا میکنه. اگر که همین با تعریف‌های متفاوت و مختلفی که میشه داد، تعریف‌های حقوقی میشه داد به استقلال و آزادی، اون معنا پیدا میکنه در حقوق بشر، حقوق یک انسان، حقوق یک شهروند، حقوق یک ملت در داخل کشور، حقوق طبیعت و حقوق یک ملت در جامعه جهانی. در نتیجه میبینید که بعد از سوگند خوردن برای پرهیز از هر گونه خودکامگی، اومده میگه که حفظ و حمایت از اصول استقلال و بلافاصله آزادی، استقلال و آزادی و وحدت ملی، نه آنچه که در اول انقلاب اتفاق افتاد که متاسفانه گروه‌های به خصوص در کردستان و جاهای دیگه، بلوچستان، جاهای دیگه، اصل بر تضاد بود نه وحدت، اصل بر دشمنی و تخاصم بود نه دوستی و مهر و محبت و یگانگی و وحدت. در نتیجه این بایستی که در ابتدا در سوگندنامه هر یک از اعضای این شورا واضح و روشن ازش اسم برده بشه، که همونطور که در اصول قبلی عرض کردم خدمتون، اگر که احیانا یک کسی با قول و قرار تمامیت ارضی یا وحدت ملی اومد و عضو این شورا شد، ولی وقتی که اومد اونجا دیدیم که مثل آنچه که در به اصطلاح ابتدای انقلاب بعضی از احزاب و گروه هایی که در کردستان بودن چطور اون خشونت گستری ها رو کردن که واقعا منفور شده اند از همون موقع با همون روش ها،
نه توسط غیر کردها بلکه بیشتر از همه اقوام ایرانی توسط خود کردها، اونها بیشتر مورد انزجار قرار دارن توسط اونها، برای اینکه بیشترین خشونت رو توی همون منطقه به خاطر این خشونت‌های به اصطلاح زنجیره‌ای و تلافی جویانه متاسفانه پیدا کرد. وگرنه یه شورای شهری با کمال آزادی انتخاب شد، اکثریتی که داشتن رو به اصطلاح مخالف بودن با اون گروه ها و دیدیم که مثلا تو حیاتشون نارنجک انداختن، اونا رو مرعوب کردن، اونا رو با اون خشونت گستری کردن. مثلا موقع بحث طولانیش نیست چطور شد که اصل بر نه استقلال بلکه وابستگی با خارجی، نه آزادی بلکه محدودیت ها، و نه وحدت ملی و نه تمامیت ارضی کشور بود. و به همین دلیل هستش که در همین ابتدای این سوگندنامه مردم ایران به شهادت گرفته شدند که اولا از خودکامگی پرهیز بشه و حفظ و حمایت از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور به عنوان مجموعه تفکیک ناپذیر، آنچه که بعضی از گروه ها گفتن که نه استقلال حالا زیاد مهم نیست، ما یه سری آزادیایی پیدا بکنیم، حالا یه خودم وابسته بودیم به خارجی اشکالی نداره. یا برعکس گفتن که نه حالا استقلال بسیار مهمه، حالا آزادی ها رو یه خود سلب بکنیم، ما جلوی به اصطلاح مخالفین رو بگیریم. وحدت ملی همینجور، تفرق افکنی، حالا ما کشور رو نگر داریم، دشمن من دوست منه، و از این حرفای متاسفانه واقعا خشونت گستر که از همون ابتدا یک عادتی شد در بعضی از گروه های سیاسی، و ما مردم هم بنزه کافی و یه حداقل لازمی از ما لااقل اعتراض نکردیم به این خشونت گستری ها. در نتیجه اینا مجموعه تفکیک ناپذیر هستن. آقای پهلوی نمیتونه بیاد بگه که من شما رو برای پیشرفت، برای بردن به دروازه های تمدن بزرگ، حتی به زورم میبرم تو به دروازه های تمدن بزرگ. این عقلش خوب نمیرسید البته که بفهمه که تمدن با زور هیچ گونه خانایی نداره. زور یعنی ضد تمدن، یعنی توحش، یعنی وحشیگری، یعنی آنچه که درست در نقطه مقابل تمدن قرار میگیره. اونم میخواد ببره تمدن بزرگ به زور. حالا این آقا میخواد بیاد همون کارو بکنه. الانم توش مونده که چی بگه، بگه من مثل پدر بزرگم، من مثل پدرم، من مثل الانم که همه دارن از حقوق صحبت میکنن و عدم خشونت و بلکه خشونت زدایی. یک تناقضات بسیار بسیار گلگشادی متاسفانه در بیانات و نوشته ها دیده میشه که متاسفانه همین ها شده که باعث شده که عمر این رژیم طولانی بشه به این ترتیبی که الان میبینیم. در نتیجه اون آقا گفت تمدن بزرگ به زور، آقای خمینی اومد گفت اسلام عزیز، و به زورم که شده شما رو میفرستیم به بهشت. اونم اون بهشتم به درد خودش میخوره که به زور اگه قرار بشه آدم بره بهشت، اونم بهشت نیست، جهنمه. و از همین دنیا شروع میشه آنچه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، و این زندگی ما، بهشت ساختن سرنوشت ما، دست خود ما هست و کسی به زور نمیتونه این کارو بکنه. در نتیجه وحدت ملی، تمامیت ارضی کشور بدون تضاد و تناقض و تخاصم و با دوستی، با احقاق حق اشتراک و احقاق حق اختلاف در خشونت زدایی بدون تفکیک پذیری اینها. عرض شود که در نوشته که من با تمام توان در دفاع از مجموعه به هم پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی و حقوق جامعه ملی و حقوق این جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت میکوشم و بر طبق سند ساختار حقوقی و آیین‌نامه داخلی آن انجام وظیفه میکنم.
سند ساختار حقوقی این است که داریم بحثش میکنیم و آیین‌نامه هم وقتی که بر اساس این سند حقوقی اون شورا تشکیل شد بر اساس حقوق پنجگانه اعضای شورا یه آیین‌نامه ای رو به هر حال این نهاد چجوری باید بگرده، آیین‌نامه‌اش چیه، قوانین داخلیش چجوری هست، اونو خودش میاد سری قوانین داخلی و آیین‌نامه و مصوباتشو تصویب میکنه که بتونن شروع به کار بکنن. در نتیجه اون قوه مجریه یا شاخه مجریه رو در جلسه پیش صحبت کردیم که چجوری شروع به کار میکنه، از داخل همین شورا پیش میاد. حالا این چیزی که به اصطلاح در اینجا صدق میکنه شاخه مقننه است که به این ترتیب براتون توضیح دادم که طبق آیین‌نامه های داخلیش چجوری کار میکنه. بعد میرسه به اصل 18 هم. در اصل 18 هم میگه که وظایف ریاست شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم را آیین‌نامه داخلی شورای انتقال حاکمیت تعیین میکند. این آیین‌نامه توسط اعضای آن شورا تدوین میشود. در نتیجه برای اینه که به اصطلاح شلوغ نباشه، یک نظمی، یک ترتیبی، یک قاعده و قراری وجود داشته باشه که چه اونا که قصد و مرض و عرشبت که سوء نیت دارن، چه اونا که نه سوء نیت هم ندارن، در کمال حسن نیت باعث در انتها باعث کارشکنی در گردش امور میشن، بر اساس اینه که به هر حال یک ناظمی باشه، یک رئیسی باشه که بتونه اونجا به اصطلاح قوانین رو یادآوری بکنه و بر اساس اون بتونه به اصطلاح کار رو پیش ببره. خب مثل که یه وقفه پیش اومد با پوزش فراوان، الان امیدوارم صدا و تصویر وجود داشته باشه. دوباره در گروه تذکر دادن که تصویر و میکروفون خاموش شده بود، حالا دوباره الحمدلله درست شد. ممنونم از تذکری که دادید. بله، در نتیجه اون نهاد، اون مؤسسه، اون شورا بایستی که یک قوانین داشته باشه، بعد با طبق اون قوانین هم یک به اصطلاح کسی رو که ناظم جلسه باشه تعیین میکنن که بتونن به اصطلاح به کارهای روزمره برسن، هرچه سریعتر این دوران گذار رو به انجام برسونن. اصل 19 هم برای هر اجلاس تمام اعضای شورای انتقال حاکمیت باید دعوت شوند. حضور نصف به علاوه یک اعضای شورا شرط رسمیت یافتن هر جلسه است. مصوبات شورا به رأی نصف اضافه یک کل اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم نیاز دارد. در نتیجه در همین ابتدا یک اصلی رو اونجا میذاره که بایستی که اونجا خودکامگی نمیشه باشه که یه نفر بیاد بگه که من چنین چیزی رو مایل هستم انجام بشه و بقیه هم نتونن حرف بزنن. یه ضوابطی رو از همین الان اعلام کرده و اون نصف به اضافه یک اولا باید حضور داشته باشن در جلسه. اینطور نباشه که یک گروهی بخوان اونجا هژمونی داشته باشن و بخوان بیان اعلام جلسه بکنن بدون اینکه بقیه متوجه شده باشن، در جریان باشن و قوانینی رو بدون تصویب اکثریت اونجا بخوان به اصطلاح به تصویب برسونن. اصل 20 میگه که قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است. این جمهوری اسلامی رو من یک کمی تأمل دارم که بدون استفاده در ممیزین ازش یاد بشه، برای اینکه نه جمهوری نه اسلامیه. حالا برای بر اساس قوانین بین المللی به هر حال یه اسم اینا به خودشون گذاشتن، ولی اینا که نه، هر قدرتمداری، هر دیکتاتوری اون لازمه که یک سری کلمات رو بگیره، یک سری مفهوم‌ها رو بگیره و از محتوا خالیش بکنه و بلکه معنای کاملا عکسش رو به اون بده و به خورد مردم بده که بتونه بر اونها حاکمیت پیدا بکنه. مثلا همین جمهوری، آخه چه جور جمهوری هستش که یک شخص
که واقعا از لحاظ فقه و فقاهت هم آنطور که خودش هم میدونه یک به اصطلاح روزخان معمولی بوده. خودش هم در اون جلسه گفتش که باید خون گریست به حال مردمی که من رهبر اونا بشم. ولی میبینید که لازمه قدرت کفایت نیست، لازمه قدرت یک سری زد و بندها، یک سری روابط قوا که چه ارز کنم توازن ضعف ها هستش که یک کسی رو، یک نمادی رو میذارن اونجا. حالا اون نماد میتونه به بیکفایتی آقای رضای پهلوی باشه، میتونه به بیکفایتی آقای محمد رضای پهلوی باشه، میتونه به بیکفایتی آقای خامنه‌ای باشه یا آقای خمینی باشه. اونی که اونا کفایت انقلابی بهش میگن اون کاملا بیکفایتیه. به اونجا میرسه که رسید، به قول آقای خمینی زبانها رو باید میبریدیم، بایستی که چوبهای دار رو علم میکردیم در میدانهای شهر. این که نشد کفایت، این شد قتل و غارت، این شد عین همون ساختار قبل که میخواست به زور ببره ما رو به، عرضم به خدمت شما، دروازه های تمدن بزرگ. در نتیجه اینها از همون ابتدا بایستی که روشن بشه این جمهوری اسلامی نیست واقعا. حالا اصل 20 رو شروع میکنم دوباره. اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است. یعنی تمام این قوانینی که اینها وضع کردن که تناقض داره با حقوق انسان، حقوق به طور کلی پنجگانه، اونا فاقد اعتبار است. ولی در مورد قانون اساسی کاملا لغو، ولی قوانین و مقررات عادی باقی مانده و در صورتی که با حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و با این اصول راهنمای دوران گذار ناسازگاری نداشته باشن اعتبار دارن. ببینید، پس حالا وسواس به خرج بدیم و کلماتی که واقعا لیاقتشو ندارن به کار نبریم براشون، ولی به هر حال اسمشو گذاشته جمهوری اسلامی، در ممیزین میذاریم. قانون اساسی جمهوری اسلامی از همین موقع دوران گذار از دید من فاقد اعتبار است از همین الان. بعد میگه قوانین و مقررات عادی. یعنی چی؟ یعنی در کنش‌های روزمره، در زندگی روزمره مردم یه سری قوانین و مقرراتی باید باشه. خب حالا اون قوانین و مقررات رو میشه یه مرتبه در همون روز اول از سر نو نوشت بدون اینکه یک منتخبین مردم بیان راجع به اون بحث بکنن، شور بکنن، مشورت بکنن و رأی بدن و اونو به تصویب برسونن؟ نه، اون که نمیشه. در نتیجه راه عملیش چی هست؟ که همین قوانین عادی، قوانین موضوع، قوانین و مقررات عادی باقی بمونن فعلا و لازم الاجرا باشن، به شرطی که با حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و همچنین با اصول راهنمای دوران گذار، این سندی که داریم بحثش میکنیم، ناسازگاری نداشته باشن. در این صورت اگه ناسازگار باشن اعتبار ندارن. خب اون وقت کی ترجیح میده، کی تشخیص میده که سازگاری دارن یا ندارن؟ اینجا توضیح میده و اون این که مرجع تشخیص این ناسازگاری شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم است. حالا دوباره تکرار بکنیم، هر جلسه سعی میکنم به ذهنم بیارم و تکرار بکنم. خب کیه این ضامن اجرایی؟ اینه که اینه داره میگه، ضامن اجراییش کیه؟ ضامن اجراییش مردم هستن. ما مردم اگر که در صحنه باشیم، اون کسانی که مسئول میشن در چنین شورایی خودکامه نمیشن، تبدیل به یک ولایت مطلقه دیگه نمیشن. اگر که نباشیم در صحنه، بهترین اسناد از بهشت هم وردارید بیارید بذارید رو کره زمین، تبدیل میکنه کره زمین رو به جهنم، همونطور که تجربه ما متاسفانه بوده. در نتیجه مرجع تشخیص این ناسازگاری شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم است با ضمانت اجرایی پشتوانه مردم، نه پشتوانه چک سفید، پشتوانه در صحنه حضور داشتن و به اصطلاح نظارت داشتن. حالا ادامه میده، این شورا هیئتی موقت به عنوان هیئت رسیدگی به قوانین جاری را با ترکیب زیر تشکیل میده.
سه تن از حقوقدانان به انتخاب اعضای هیئت‌های علمی دانشکده‌های حقوق دولتی و آزاد کشور، این سه تا. سه تن از بعدیش هست، سه تن از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکلای دادگستری ایران. بعد یک توضیح مهمی رو میده، میگه که هرگاه برابری اعضای زن و مرد ممکن نباشد، دست کم دو تن از اعضای این هیئت باید از زنان حقوقدان باشند. در نتیجه نصف زنان، نصف جمعیت ایران که زنان هستند، بایستی که هر جوری شده اونها بتونن صدا داشته باشن در ساختن سرنوشت، در تصمیم گیری ها بایستی که بتونن نظر بدن و به طور عملی کاملا در صحنه قرار بگیرن. میگه بهتره که لااقل نصف نصف باشه، اگر که نشد حداقل دو نفر از بانوان عزیز هموطنمون باشه. عرضم به خدمت شما، اصل 21 میگه شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران در مقام تصمیم گیرنده موظف است که جامعه را از فعالیت‌های خود آگاه کند. در اتخاذ تصمیم‌ها و انتخاب‌ها از جامعه مدنی یاری بخواهد و از مشورت شهروندان بهره برد. رسانه‌های همگانی تحت مدیریت شورای رسانه‌های ملی دوران گذار موظف به انتشار مذاکرات شورا و مصوبه‌های آن هستند. در نتیجه در مورد به اصطلاح استثناهایی هم که میتونه وجود داشته باشه، اونا رو در به اصطلاح جلسه قبل صحبت کردیم که مثلا اگر که به امنیت ملی یا چیزهایی که نباید دست به اصطلاح جاسوسایی که این ور اون ور وجود دارن به اصطلاح بیفته، میتونه یک جلسه سری باشه، علنی نباشه، ولی اونو باید واقعا به حد اقل رسون، برای اینه که بایستی که واقعا در افکار عمومی این مسئله به اصطلاح پیش بره و افکار عمومی بتونن بدون اینکه چیزی ازشون مخفی بشه در ساختن سرنوشت خودشون شرکت بکنن. قطعا هیچ کس نمیتونه در ساختن سرنوشت خودش شرکت بکنه مگر اینکه اطلاع داشته باشه که آخه چی میگذره، اینا چی دارن صحبت میکنن اونجا. پس باید جلسات علنی باشه و توسط رسانه‌های ملی منتشر بشه. دوست عزیزی لطف کردن در اینستاگرام نوشتن که اساس اراده جمهور مردم ایران است. این تاکید مؤکدی است که در هر کدوم از بندهای این سند بایستی که تکرار بشود و تکرار بکنیم در ذهنمون که از یادها نره. دوست عزیز دیگه ای فرمودن که مرکز وکلا هم با کانون وکلا اقدام می شود. سوال کردن جزو چیزهایی که بحث شده و بحث خواهد شد این هستش که نهادهای موازی، مثلا الان هم بسیج، هم سپاه داریم، هم ارتش داریم، بسیج یه شکل دیگه شه، و به این ترتیب اینها بدون اینکه کاملا از بین برده بشه، اون تجربه غلطی که در عراق اتفاق افتاد که بسیج زدایی اسمش رو گذاشتن امریکایی‌ها که عامل این سیاست بودن، اون اجرا نشه. در مورد صدا و سیما و رسانه‌های ملی صحبت کردیم که به جای اینه که این به اصطلاح دستگاه اصلی که پروپاگاندا مسئولش هست و عرض شود که خطدهی و مغزشویی لایه‌های مختلف اجتماع رو به عهده گرفته متاسفانه و مردم در جنگ روانی شکست خوردند و در نتیجه این رژیم تونسته به مدت 40 سال روی کار بمونه، اون مؤسسات، اون نهادها حفظ میشه، منتها اون مسلماً اینا پنجه هاشون رو فرو کردن در کانون وکلا، در مرکز وکلا به قول این دوست عزیزمون و در جاهای دیگه. ولی حتی وقتی که برید تو ارتش، حتی اگه برید تو بسیج، حتی برید تو اطلاعاتی امنیتی ها،
چه بسیار از هموطنان ما که از بد روزگار اونجا گیر افتادن، در بخصوص در رده‌های پایین‌تر و در بدنه اونها خودشون رو از مردم و با مردم میدونن و چه بسا که از همین الان در تدارک هستن که چه جوری اون دوران گذار رو اولا سریع‌تر بهش رسیده بشه و ثانیاً هرچه خشونت زداتر بهش رسیده بشه و طی بشه اون دوران، و در شماره سوم این که هرچه زودتر اون دوران گذار تموم بشه و تبدیل بشه به یک به اصطلاح مثل کشورهایی که انتخابات میکنن و ریاست جمهور و عرض شود که مجلس و اینجور چیزها رو عرضم به خدمت شما تعیین میکنن. خب من ببینم که چند تا اینجا سوال دیدم ولی مثل که پاک شد، شاید در بقیه حرفایی که زدم عرضم به خدمت شما جواب دادم سوالها رو و مثل که برداشته شد از روی این صفحه. امیدوارم که اشتباه نکنم. از اینی که با ما بودید خیلی ممنون هستم. امیدوارم که سوالات رو جواب داده باشم، این دوتا سوالی که یا کامنتی که پیش اومد. اگر احیانا دیدید که کافی نیست، با وسایلی که در اختیار دارید برای تماس با من، هر کدوم که براتون راحت تر هست در داخل ایران در خارج ایران، میتونید تماس بگیرید و با کمال میل من سعی میکنم که جواب بایسته رو به شما بدم. از توجهتون بسیار متشکر هستم.